ممنونم از شما. شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بریتانیا از لندن. پیشتر هم گفتگوی داشتم با رودریش کیزبتر، نماینده پارلمان آلمان و سخنگوی دولت این کشور در امور پیشگیری از بحران. از او درباره روابط دیپلماتیک غرب با ایران پرسیدم و اینکه ملاحظاتی مثل مذاکرات هسته‌ای چقدر در اعمال اقدامات جدی علیه جمهوری اسلامی میتونه تأثیر بذاره. فکر میکنم اروپا به خصوص آلمان نفوذ خودشون رو بر ایران دست بالا گرفتن. چرا؟ چرا ایران باید از رسیدن به قدرت هسته‌ای دست برداره؟ اونا اوکراین رو به عنوان یک الگوی منفی میبینن. اگر تسلیحات هسته‌ای یا مسیر رسیدن به این تسلیحات رو کنار بگذارید، ممکنه ببازید. این منطق ایرانه. پس اونا هرگز به برجامی که اونها رو از هدفشون برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای دور کنه، متعهد نمیمونن. پس ما باید سیاست‌هامون رو در قبال ایران تغییر بدیم. باید اونها رو برای اقدامات مخربشون مقصر بدونیم و شرمسارشون کنیم. باید از زنان و کل جامعه ایران حمایت کنیم، چون برجام هیچ وقت احیا نمیشه. رژیم ایران به فشار علیه اسرائیل ادامه میده و اونها رو به رسمیت نخواهد شناخت. اونها همچنین به ارسال تسلیحات به حزب الله با فرستادن 150 هزار موشک ادامه میدن که 10 هزار تا از این موشک‌ها هم کیفیت خوبی دارن. جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در یمن و نقاط دیگه مثل عراق نگه می‌داره. بنابراین ما باید فشار رو افزایش بدیم و آگاه بشیم که شانسی برای یک برجام واقعی وجود نداره. باید از این توهمات دست برداریم و بیش از اینها از مردم ایران حمایت کنیم تا اونها تشویق بشن و به دست خودشون سیستم رو تغییر بدن. من باور دارم طرفهای اروپایی و آمریکایی مثل تجارت به این قضیه نگاه میکنن، اما باید از این نگرش دست برداریم و این رو در نظر بگیریم که تغییر از راه تجارت و برجام در واقع تغییر نخواهد بود. رفتار این سیستم با مردم خودش خشونت‌آمیز خواهد بود و به قدرت منطقه‌ای تبدیل میشه. به همین دلیل تمام مماشات باید کنار گذاشته بشه. باید با قدرت، واقع‌گرایانه و هوشمندانه عمل کنیم. تحریم‌ها رو افزایش بدیم، دیپلمات‌ها و تجار رو اخراج کنیم و جلوی تشکیلات اقتصادی رژیم رو در خارج از این کشور بگیریم. به اوکراین اشاره کردید. اتهامات زیادی علیه جمهوری اسلامی مطرح است که به روسیه داره در این جنگ با اوکراین کمک میکنه، از جمله فروش پهپاد به مسکو. چقدر نگران نقشی هستید که جمهوری اسلامی الان داره در اوکراین بازی میکنه؟ I'm very concerned because it's not only the role of drones. من خیلی نگرانم، چون حمایت اونها تنها در زمینه پهپاد نیست، بلکه در زمینه تهیه موشک‌های کوتاه‌برد و پرتابی هم هست. اوکراین برای ایران مثل یک زمین آزمایش برای پیشبرد تسلیحات، به دست آوردن داده‌های تکنیکی و طبیعتاً برای حمایت از روسیه است. بنابراین برای متوقف کردن و استراتژی خودمون علیه ایران، این مسائل رو هم باید در نظر بگیریم. نه فقط معترضان در داخل ایران دارن سرکوب میشن، بلکه بسیاری از ایرانیان در خارج از مرزهای ایران هم نگران اقدامات و تهدیدهایی هستن که جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه. در داخل ایران هم میدونیم که بارها شهروندان دو تابعیتی و بسیاری از شهروندان غربی بازداشت شدن، زندانی های طولانی تحمل کردن و در مواردی گفته میشه که اونها رو به عنوان گروگان عملا استفاده کردن برای چانه زنی با طرفای غربی. ممنونم که این موضوع رو مطرح کردید. ما یک مرکز به اصطلاح اسلامی در هامبورگ داریم که تحت نظارته، اما باید تعطیل بشه. 3 سال پیش ما یک اقدام ملی علیه حزب الله و پولشویی اونها انجام دادیم و همه سازمان‌های حزب الله رو در آلمان ممنوع کردیم، اما منشأ تمام فعالیت‌های حزب الله از ایرانه و یکی از مرکزهای اسلامی ایرانیان در هامبورگ که مرکز شیعه است هم یک مرکز اطلاعات و پشتیبانی این نهاد و یک مرکز پولشویی بسیار خطرناکه. چند سال پیش، فکر می‌کنم 3 یا 4 سال پیش که کارل بیلت وزیر خارجه سوئد رو در ایران همراهی کردم، این فرصت رو داشتم که از وزیر خارجه ایران بپرسم که برای پذیرش حق موجودیت اسرائیل و متوقف کردن برخی فعالیت‌های منطقه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. خب او جواب درستی به من نداد، اما تمام روز هدف یکی از دیپلمات‌ها یا محافظین رو قرار گرفتم که در مراسم سفارت‌ها و هر موقعیت دیگه‌ای با لحن تهدیدآمیز از من می‌پرسید چرا این سوال رو مطرح کردی. بنابراین حتی اگه سوالاتی رو به صورت خیلی مؤدبانه بپرسید، شما رو تحت فشار می‌ذارن. بنابراین ما نمی‌تونیم نهادهایی که این خط مشو دارن در خارج از ایران در خاک خودمون داشته باشیم. اونها از حقوق بشر، ظرفیت‌های ما و از حاکمیت قانون در آلمان و جاهای دیگه سوء استفاده می‌کنند. این مؤسسات نه تنها باید بسته بشن، بلکه افراد مرتبط با این نهادها هم باید کشور رو ترک کنند و اخراج بشن، چون یه تهدید رو به رشد به حساب میان. ما باید آگاه باشیم و فشارها رو علیه رژیم ایران افزایش بدیم. در غیر این صورت اونها مثل یک اپیدمی گسترش پیدا می‌کنند.
بخشی از گفتگوی من بود با رودریش کیزوبتر، نماینده پارلمان آلمان و سخنگوی دولت این کشور در امور پیشگیری از بحران. در آستانه رأی‌گیری سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده حکومت با اعمال فشار بر برخی از اساتید دانشگاهی از اونها خواسته برای ممانعت از تصویب این قطعنامه مکاتباتی رو انجام بدن. وزارت علوم متنی رو برای استادان دانشگاه فرستاده و از اونها خواسته با ارسال ایمیل اعضای کمیسیون مقام زن رو از رأی علیه ایران منصرف کنند. نویسندگان این متن حکومتی مدعی شدند جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان‌های آمریکا افشاگری کرده. قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران قرار چهارشنبه 23 آذر یعنی همین چند ساعت دیگه به رأی گذاشته بشه. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، چند ساعتی بیشتر نمونده عملاً تا شروع رأی‌گیری، فردا ساعت 10 صبح هست به وقت محلی اگر اشتباه نکنم. چه اتفاقی داره اونجا در نیویورک میفته و چقدر امیدوار هستن کسانی که دنبال این قطعنامه هستن که ایران از این کمیسیون اخراج بشه؟ فردا، دقیقاً همونطور که تو گفتی فقط ساعت‌ها فاصله داریم از تصویب قطعنامه حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. من با چند دیپلمات غربی اینجا در سازمان ملل صحبت کردم و نظر اونها مثبت هست و فکر می‌کنن که فردا این قطعنامه تصویب خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته فردا، این رخدادی تاریخی خواهد بود، چنانچه که قبلا در تاریخ هیچ کشوری از چنین کمیسیونی حذف نشده. و اونطور که کارشناسان میگن فرداد، حذف شدن جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سیلی محکمی بر صورت رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. باید بگم حتما این رو که جمهوری اسلامی هم در هفته گذشته و مخصوصا در دو سه روز گذشته ساکت نمونده و داره رایزنی میکنه و داره تلاش میکنه که جلوی برگزاری این نشست رو بگیره در قدم اول و بعد هم تلاش بکنه که کشورها رو منصرف بکنه از رأی دادن به این قطعنامه تا این قطعنامه تصویب نشه. سعید ایروانی یک نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل که کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم بخشی از همین شورای اجتماعی اقتصادی هست. در نامه‌ای که او نوشته گفته که این مداخله در امور داخلی ایران هست و پروژه‌ای هست از سوی دولت آمریکا برای نشون دادن چهره بدی از جمهوری اسلامی و خواسته که این نامه بین کشورهای مختلف دست به دست بشه از طرف دفتر دبیر کل و رئیس شورای اقتصادی اجتماعی تا بتونن جلوی رأی‌گیری رو بگیرن یا کشورها رو منصرف بکنن، نظرشون رو تغییر بدن که رأی ندن. همونطور که تو اشاره کردی در داخل ایران هم دولت جمهوری اسلامی ساکت نمونده، تلاش کرده از طرف جامعه آکادمیک استادان دانشگاه نامه بزنه به کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل نظر اونا رو در مورد رأی فردا تغییر بده و اونا رو منصرف بکنه. ولی فردا ما همه میدونیم که کمیسیون مقام زن جایی هست برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، نه جایی برای کشوری مثل جمهوری اسلامی، دولتی مثل جمهوری اسلامی که داره سرکوب میکنه زنان رو به صورت سیستماتیک. ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. طبیعتاً این نشست فردا و رأی‌گیری فردا، رأی‌گیری بسیار مهمی برای ایران خواهد بود. مریم رحمتی در طول روز فردا گزارش‌های ویژه‌ای از مقر سازمان ملل خواهد داشت. خبرنگاران دیگر ما هم اونجا خواهند بود. برنامه فردای 24 هم زنده از مقر سازمان ملل پخش میشه. ممنونم از تو مریم. ماموران امنیتی با حمله به مجلس ختم مجید رضا رهنورد مانع برگزاری مراسم سوگواری برای این جوان اعدام شده مشهدی شدند. تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در اطراف محل زندگی مجید رضا رهنورد و علامتگذاری خانه او توسط ماموران منتشر شده. گفته میشه معترضان با حضور در مقابل مسجدی که قرار بود سوگواری برای مجید رضا رهنورد انجام بشه، شعارهای ضد حکومتی سر دادند و جو امنیتی در بعضی مناطق مشهد برقرار بود. اگر ایمان شما هستید، نامرد نامردم، اگر مردم شما هستید، زیر زیر زیر
در بعضی دانشگاه‌ها دانشجویان در اعتراض به اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری دست به تجمع سکوت زدند و پرفورمنس‌های اعتراضی برگزار کردند. این تصاویری از دانشگاه دامغانه که دانشجویان نسبت به سرکوب خونبار معترضان در ایران و اعدام‌های صورت گرفته اخیر به این شکل اعتراض خودشون رو نشون دادن. این دیوار نویسی ها در چند دانشگاه دیگه از جمله فردوسی مشهد و نوشیروانی بابل هم گزارش شده. در سه ماه گذشته تعداد زیادی از دانشگاه‌ها در ایران صحنه تجمع تحسن و اعتراضات دانشجویی زیادی در حمایت از اعتراضات بودند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست. آقای محمدی، بارها در این سه ماه اندی گذشته حرفش رو زدیم، اعتراضات بعضی روزها بالا میره بعضی روزها پایین میاد، اما اون چیزی که ممتد هست به نظر نقشی هستش که دانشگاه ها و دانشجویان دارن بازی میکنن. همینطور هست. کسانی که در این انقلاب 1401 به خیابان آمدند هدف کاملا روشنی دارند و از ابتدا هم میدونستند که این حرکت یک ماراتون با مانع و انواع بیراهه هاست. حکومت در سه ماه گذشته موانع بسیاری رو در برابر این حرکت قرار داده، اما معترضان این موانع رو یک به یک رد کردند. این داستان اعدام ها به نظر من هدف اصلی حکومت از ابتدا نه تنها ترس بلکه ایجاد یأس بوده، برای اینکه مردم رو مایوس بکنه از اینکه حرکتشون موفق خواهد شد. این اتفاقاتی که این دو سه روز اتفاق افتاده کاملا نشون میده که بالاخص دانشجوها و بالاخص جوانانی که به عرصه خیابان میان و محلاتی که در این داستان فعال بودند، مثل اکباتان، مثل چیتگر، مثل نارمک و شهرهای مختلف، اینها کاملا دست حکومت رو خوندن و به دنبال این هستن که بر این یأسی که حالا احتمالاً ممکنه در فضای عمومی به وجود بیاد غلبه کنند. از همین جهت هم هست که حکومت برنامه‌های متفاوتی رو داره اعلام کردن که در روز پنجشنبه برنامه‌ای در شهرک اکباتان دارن، میخوان مردم رو تحت شرایط تبلیغات شدید سیاسی قرار بدن. اما من فکر نمی‌کنم که هیچ کدام از اینها کسانی رو که عزم جزمی دارن که این حکومت رو ساقط کنند اونها رو منصرف کنه، چون راهی غیر از این در پیش پای خودشون نمی‌بینند. ولی در کوتاه مدت آقای محمدی فکر نمی‌کنید این خوفی که ایجاد می‌کنن با اعدام‌های این چنینی بالاخره یه عده رو نگران می‌کنه، می‌ترسن؟ خب ترس یک مسئله کاملا طبیعی هست. من انقلاب 57 رو شخصا تجربه کردم، حدود 17 سالم بوده. این ماجراها رو، کشته ها رو، قبرستان رفتن ها رو، تشییع جنازه ها رو، همه اینها رو در اون دوره خودم تجربه کردم. اما جوان یک روحیه کاملا متفاوت داره با فردی که 40 سال 50 سال داره محافظه‌کار خانواده داره، معیشتش رو باید بگذرونه. اونها چندان دغدغه این مسائل رو ندارند. عزم جزم اگر توجه داشته باشند، که توجه به نظر من دارند، جوانان امروز ایرانی میدونن که حکومت پول داره و اسلحه داره، اما شماره و عدد با مردم هست. مردم هستند که در نهایت غلبه میکنن اگر در خیابان بمانند، اگر به حرکت هاشون ادامه بدن. در جنگ دراز مدت هم همیشه دو طرف قربانی میدن. اینطور نیست که در یک جنگ شما بتونید بدون قربانی حرکتتون رو به پیش ببرید. اینا رو جوانانی که امروز در عرصه خیابان هستن کاملا بهش واقف هستند.